vielen, vielen Dank. Ich finde, dass es ist wichtig, dass Film Gruppe Siasi oder Madrasa und so nicht unbedingt. Ich wollte dazu sagen, dass der Film läuft ja seit 13. August in Deutschland. Nachdem es ein sehr heißer Sommer ist, läuft er nicht gerade grandios. Wir haben zwar sehr gute Kritiken, aber es läuft nicht. Es läuft ja auch jetzt gerade im kommunalen Kino hier in Köln, noch 3 Tage, glaube ich. Wenn Sie Werbung machen, wäre ich froh. Auf Persisch. In Film Assisai, August, tu Alman Matusinamo. چون هوا هم خیلی گرم بود هیچ وقت یعنی زیاد آدم ها نرفتن تو سینما الان توی کلن توی اینجا هم توی این شهر هم 2-3 روز دیگه هنوز توی کمونال از کینو هست کسی رو میشناسید بفرستید بی زحمت توی سابروکن هم الان میخوان تو مدرسه نشونش بدن Also für Sie noch, in Saarbrücken im Saarland wollen Sie den Film jetzt der Schulvorstellungen machen. Wenn Sie noch andere Optionen finden, bitte sehr. من خواستم راجبه اینی که این فیلمو چرا من یعنی به نظر من ما الان یه نسلی هستیم که 20-30 سال پیش با پدر مادرمون اومدیم حدوداً بین 5 تا 10 سالمون بود و الان سنمون به یه جایی رسیده که یه چیزی باید پس بدیم به نظر من و من خودم وقتی که سنم بالاتر رفت خب وقتی که اومدم 9 سالم بود بعد توی 9 سال بعد تو دوران بلوغ و اینا آدم زیاد به این چیزا فکر نمیکنه بعد سنش که بالاتر میره بیشتر شروع میکنه به این فکر کردن که چرا اصلا ما فرار کردیم پدر مادرم اون چیزایی که اونا براش مبارزه کردن اصلا درست بود یا نه من قبول دارم این چیزا رو یا نه و توی دنیا اروپا خیلی وقتا اینجوریه که انقلاب ضد فامیل هست ضد پدر مادر یه موقع بچه از فامیلش جدا میشه و چیز میشه این یه چیزی که تو تمام دنیا هست ولی خب توی زندگی ما بیشتر اینجوری بود که ما وقتی اومدیم خارج فقط فامیلمون رو داشتیم تو خارج اول الان خب دوست و اینا داریم یه چیز داریم خیلی کسای دیگه هم میشناسیم ولی فامیل برامون یه چیز مهمیه و فامیل میتونه بهترین چیز تو دنیا باشه ولی میتونه هم بدترین چیز هم باشه یعنی میتونه تمام زندگی بچه‌ها رو خراب کنه یا زندگی خودشونو این مهمه که ما فقط مثلا فامیل رو ایدئالیز زیر نکنیم یعنی فقط یه چیز ایدئال نیست ولی خب میتونه باشه و من از پدر مادرم خب تشکر میکنم که ما رو آوردن اینجا که ما میتونیم توی دنیا حدودا آزاد زندگی کنیم و از خودم سوال کردم که من چی میتونم قبول دارم اولا که قبول دارم مبارزه که اونا کردن و ایدئالاشون رو که به خودم گفتم آره قبول دارم بعد دیدم که خب پدر مادرم هر تظاهراتی هست ضد رژیم اگه مثلا 10 نفرم اونجا باشن میرن و این برای من خیلی جالب بود چون گفتم اوکی مثلا این 5 نفر 10 نفر که میرن تو این تظاهرات زیاد کاری نمیتونن بکنن ولی چرا میرن به خاطر اینکه واقعا قبول دارن به این حرفا موت براشون نیست تظاهرات رفتن این چیز خیلی جالبی بود برای من و از خودم هم سوال کردم که چرا من خودم نمیرم بعد گفتم که اوکی من اگه برم یه احساس زیاد اون احساس خوب ندارم که مثلا اونا دارن برای اینکه احساس میکنم فقط به خاطر اونا رفتم یا برای تو فکر من اون حد به اون هدفی که مثلا میتونه آدم برسه نمیتونم با این کار برسم و به این جا رسیدم که ما که بچه های این پدر مادر هستیم که اینا برای ما یه زندگی تو دموکراسی درست کردن و ما تونستیم شیرینی این جریان رو لمس کنیم باید شروع کنیم یک کارهایی بکنیم یه فیلم هایی درست بکنیم که توی ایران مردم نمیتونن درست کنن فیلمسازهایی که اونجا زندگی میکنن هرچی هم که زدشون بگیم و اینا بالاخره باید قبول کنیم که اونا توی اون دنیا زندگی میکنن و یک کمپرومیس هایی باید بکنن بعضیشون قبول داریم بعضیشون قبول نداریم ولی ما میتونیم یه کارهای دیگه بکنیم فیلم هایی درست کنیم که اونا میترسن درست کنن و این یکی از چیزهایی که ما میتونیم به این جنبش و این مبارزه بدیم ولی مرسی ولی یه سوال بفهم کوتاه فقط ولی چیزی که من نمیخواستم یه فیلمی درست کنم که
فقط گریه و زاری باشه، فقط ما بگیم وای ما چقدر بیچاره این پناهنده ایم، نمیدونم این و اینا. از این فیلم ها خیلی هست. من میخواستم این فیلم درست کنم که راجب زندگی باشه و زندگی هم لبخند و هم گریه توش هست، و این برای من خیلی مهم بود که نیام دوباره صدومین فیلم راجب دردناک بودن زندگی ما نشون بدم. برای اینکه زندگی ما یه سری چیزاش دردناکه ولی یه سری چیزاش هم دردناک نیست. چرا چشمونو ببندیم به اون چیز؟ برای من امید دادن با کار هنری خیلی مهمه. برای اینکه نمیخوام فقط آدم فیلمو نگاه کنه و بگه آره درست این قبول میکنه ما اینا، و نمیخوام فقط اون کسایی که این چیزا رو قبول دارن این فیلمو ببینن. برای همین فیلمم یه جوری درست کردم که از نظر احساساتی بودنش باز باشه، یعنی فقط برای پناهنده ها نباشه. برای اینکه من و این ایده، این فکر که سعی کنم کسایی که اصلا این داستان رو نمیشناسن بیارم تو سینما، این برام خیلی مهم بود. حتی توی پلاکات فیلمم آدم که نگاه میکنه زیاد به این فکر نمیکنه که این داستان بیچاره پناهنده، و این یه چیزیه که من به نظرم خیلی مهمه که ما نه فقط بیایم هی راجع به چیزای دردناک حرف بزنیم، بلکه بیایم با غرور خوب، نه ناسیونالیستی، با غرور خوب بگیم که ما یه زندگی داشتیم اونجا، یا پدر مادرمون، من که بچه بودم همچین حقی ندارم بگم، ولی یه زندگی داشتیم، سعیمون رو کردیم، ایدئالمون رو داشتیم، به خاطر ایدئالمون مجبور شدیم بیایم اینجا، ولی بیچاره نیستیم، نمیدونم این اون نیستیم، زندگیمون رو میخوام بکنیم دیگه، و میخوام برای کسایی که تو کشورمون هستن و زندگی آزاد ندارن هم مبارزه کنیم. هر کس راه خودشو داره. با سلام به دوستان، امیدوارم که همتون خسته نباشید. البته من شناختم از فیلم و سینما و اینا شاید بگم بلندتر بزحمت. من اصلا شناخت بزحمت. ببخشید. من شناختم در رابطه با فیلم و سینما و اینا شاید بگم بی اطلاع ترین آدمم، ولی با دیدن فیلم هم به فیلمش هم به خود آرش علاقمند شدم، و برای همینم من سوال خاصی ندارم، میخواستم یه آرزو رو مطرح کنم. به خاطر این علاقمند شدم که دیدم راههایی که تو این فیلم نشون داده میشناسم. من خودم با بچه‌ام 6 روز پشت اسب تا ترکیه اومدم. آخرین روزش خطرناک‌ترین جاش بود. میخواستم رد بشم، به بچه‌ام گفتم که امشب دیگه باید بخوابی که صدات در نیاد. این حیوانی خسته شده بود، گفت آخه هی میگی بخوابم تو شکمو بدم خودم بخوابم. خب 3 سال و نیمش بود. بعدش زندگی که از مرز گذشتیم شروع شد و اینا، و گرفتاری‌ها، به اضافه این که رسیدیم ترکیه، فکر می‌کردم ما هر کدوم از ایرانی‌ها یه چای نفت تو خونمون داریم. با کیسه کیسه پول آوردیم تو ترکیه. تمام این راه ها رو میشناختم، ولی مسئله علاقه من به آرش این بود که یه مسئله جدی رو به صورت تمام واقعیتش، با تمام امکانات کمی که داره، به صورت واقعی نشون داده. این برای من یه هنر جدیه، و برای این هنرمند که این کار رو میکنه من خیلی علاقه من بشم. تأثیرش رو من این بود که 2 روز بعدش با یه مدرسه آلمانی تماس گرفتم، گفتم هر جوری شده باید این فیلم رو نشون بدیم تو برمن. آوردیم تو یه کلوب، پیشنهاد کردیم، بردن تو مدرسه. بچه های 16 ساله 15 ساله از اون به بعد هی میمدن میگودن این ایرانی ها کجاست، ما میخواییم با اینا کمپل بشیم. کمپل یعنی به اصطلاح دوست صمیمی بشیم. گفتم من تنها کاری که میتونم به آرش انجام بدم اینه، منتها با تمام استعدادی که ازش، خلاقیتی که هست، و بسیر گفت عشقی که داره ازش سراغ دارم، موفقیتی که این فیلمش نشون داده، یه آرزو دارم. اومدن از مرز یه برش برای من بود، چه اتفاقاتی قبلش افتاده و از تا به اینجا رسونده که من از مرز رد بشم. زندگی بعد مرز برای پناهنده تو هایما، و مخصوصا تو کشورهایی که ما اسمشو میذاریم کشورهای غریب، بیگانه، هرچی، به هر تعبیری، زندگی اونجاشون، من آرزو دارم که دوستمون یه روزی این امکان داشته باشه که بتونه این صحنه از زندگی پناهنده‌ها رو نشون بده. مرسی. خواهش می‌کنم.